خیلی خوب، با سلام خدمت دوستان عزیز، در استودیوی ایران استریم هستیم و با اولین جعبه گشایی ایران استریم خدمتتون هستیم که جعبه گشایی در واقع ست گیمینگ میشن C500 هستش که در ادامه با هم دیگه میبینیم. اگر دارین همین نه ایران استریم رو میبینید، حتما پیج رو به دوستانتون معرفی کنید و حتما اگرم تونستید این پیج رو حمایت مالی کنید. با تشکر از شما بریم که ادامه رو. خیلی خب، در ادامه بریم برای آنباکس محصول که ببینیم محصولمون به چه شکلی خواهد بود. خب اولین چیزی که در واقع توی جعبه داریم میبینیم کیبورد هست. یک کیبورد گیمینگ هستش. در این ست گیمینگ پس اولین چیزی که ما داریم میبینیم یک کیبورد هست. یک کیبورد گیمینگ هستش که نورپردازی RGB داره که با در واقع افکت سینوسی هم هستش. بعد عرضم به حضور شما سویچ هایی که این کیبورد داره میتونه تا 10 میلیون ضربه رو پشتیبانی کنه. امکان این رو داره که 19 تا از این در واقع 19 تا از این کلیدها رو با همدیگه 19 تا از این کلیدهای مختلف رو با همدیگه فشار بدیم. بعد عرضم به حضور شما حالت گیمینگ داره که LED گیمینگ هم داره. بعد FN رو داره که هم به اصطلاح میتونین از کلیدهای F1 و F2 و F3 اینا رو استفاده کنید، هم حالا کارهایی که میشه انجام داد دیگه، مثلا حالا عواجلو کردن صدا و این چیزها. بعد دیگه کابلش هم که 1.5 متر هست که کابلش هم همونطور که من دارم نگاه میکنم به نظر کیفیت خیلی خوبی داره، یعنی خیلی عالیه. یعنی من اصلا فکر نمیکردم با یک چنین کابلی طرف باشیم. حالا بعد عرضم به حضور شما بعد یک سری حفره‌ها داره کیبورد که حالا نمیدونم تو تصویر قابل مشاهده هست یا نه، که از این حفره شما اگر مایعاتی چیزی روی این کیبورد بریزه از اون حفره خودش میاد بیرون که بسیار قابلیت خوبی هستش. بعد یه سری پایه داره، پایه‌هاش میتونید در واقع اینهاش که این میتونیم حالا ارتفاع کیبورد رو تغییر بدیم که باز اینم چیز خوبیه. بعد پد کمکی هم داره. حالا من اگر بخوام کیفیت کیبوردم یه نگاهی بهش داشته باشم، کیفیت کیبورد نسبتاً خوبه، نمیتونم بگم خیلی عالیه، ولی نسبتاً کیفیت کیبورد کیفیت خوبه. من اینا رو دونه دونه میذارم کنار تا ببینید چی توی جنبه هستش. خب یه جعبه هستش که من دقیقا نمیدونم این توش ممکنه چی باشه، به مادن موسیقی این هستش دقیقا همینطوره. من اینا رو سعی میکنم بذارم کنار. خیلی هم تو موسش هم ببینید، موسش هم دوباره کیفیت سیمش مثل همون کیفیت سیم کیبوردشه. بسیار جالبه یک چنین سیمی، اصلا من تا حالا ندیدم، خیلی قشنگه کیفیت سیمش. بعد عرضم به حضور شما که نورپردازی داره موسش. موسش ارزم به حضور 5 تا کلید اصلی داره. 5 تا کلید اصلی یعنی 3 تا اینجا داره، 2 تا هم اینجا داره، یه دونه هم همین کلید کمکی بالا پایین هست که میشه جمعا 6 تا کلید، حالا به جز این دو تایی که اینجا هستش که واقعا جالبه. واقعا هم طراحیش خداییش قشنگه، خداییش طراحی قشنگی داره. بعد ارزم به حضور شما که سرعت 30 اینچ بر ثانیه هست. طراحی متقارنی داره که هم شما میتونید با دست راست به راحتی کار کنید و هم میتونید با دست چپ به راحتی کار کنید. سنسور اپتیکال داره، بدنش هم از جنس پلاستیک ABS. کلیداش هم حساسیت سنسور دارن. 5 کلید اصلی داره که گفتیم،
کابلش هم که 1.5 متر هستش، کابلش هم مثل کیبوردش 1.5 متر. باز چیز بعدی که هست توی جعبه در واقع پدموسه، که پدموسش هم خیلی با کیفیت، من هم اصلا فکر نمی کردم دوباره پدموسی به این با کیفیتی داشته باشه. من اینم خود خیلی پدموس به نسبت سنگینیه، نسبت پدموس سنگینیه، به حال جنسش خیلی خوبه، جنسش فوق‌العاده است. من میذارم فوق‌العاده، جنس فوق‌العاده هستش. حالا این مقداری این چیزایی که هست به سلام رو باید بکنیم که فوق‌العاده است. فوق‌العاده این پدموس، فوق‌العاده اگه بخوام مشخصاتش رو بگم، بافت پارچه‌ای داره، کف زیریش از پلاستیکه و با انواع مس سازگاری داره. خیلی جالب، خیلی جالب. خب و اما قسمت اصلی، قسمت اصلی ماجرا، شما حالا این رو نگاه کردیم، حالا میرسیم به قسمت اصلی. قسمت اصلی، قسمت اصلی چیز خوبیه. اگه گفتید قسمت اصلی چیه، سعی میکنم قسمت اصلی ست گیمینگ میشن C500 رو داریم با هم دیگه آنباکس میکنیم. به چه شکل هستش؟ بله این هم قسمت اصلی ماجرا که در واقع خیلی با کیفیت، خیلی دوباره همین سیم با کیفیت رو میبینیم. دو تا در واقع خروجی داره که یکیش مال در واقع ورودی صدا هستش، یکیش هم مال خروجی صدا هستش. فوق‌العاده است، بازم کیفیت این عالیه، کیفیت عالیه، بدنه چرمی، کیفیت عالی. من اینم که حالا به این شکل هم میاد پایین، همش هم رنگ همش هم در واقع مشکی و نارنجی هستش. حالا اگه بخوام ویژگی این هدفونش هم بگم، طراحی ارگونومیک داره، روکش چرمی داره، کنترل اختصاصی داره، حجم صداش عالیه، کابلش هم 2.1 متر. یعنی حالا چیز خیلی خوبی که داریم توی این، کابل 2.1 متریشه که فوق‌العاده است. خب من دیگه چیز خاصی نمیبینم فعلا، بریم برای اینکه اینها رو حالا وصلش کنیم رو کامپیوتری که اینجا داریم، بعد دوباره وقتی که وصلش کردیم هم بذارم که نوراشو ببینیم، همین که یه بررسی هم رو کامپیوتر داشته باشیم که ببینیم چی میاد. عزیز من کیبورد و متعلقاتشو نصب کردم، حالا میخوام که در واقع با هم دیگه بریم بازی شادو آف توم ریدر هم آوردم که بریم ببینیم با هم دیگه به چه شکله. میتونم بگم که اصلا این کیبورد فوق‌العاده است، یعنی هم کیبورد و موس واقعا تجربه گیمینگ شما رو فوق‌العاده میبره، فوق‌العاده است. یعنی من خودم تجربه‌ای که الان دارم میتونم بهتون بگم، تقریبا با کیبورد و موس قبلی تقریبا خیلی فرق می‌کنه. حالا امیدوارم که کیبورد همه چیزم تو تصویر مشخص باشه، البته سعی می‌کنم که براتون دوباره ویدیو بذارم از کیبورد. خیلی خوب گفتیم یه ویدیو هم در واقع داشته باشیم از رنگ بندی کیبورد، طرح کیبورد، که البته من یه چیزی هم که یادم رفت که بگم اینه که در واقع همونطور که میبینید این کیبورد حروف فارسی هم، حالا این ورژنش که دست من رسیده یعنی خودش فارسی هم داره، که از این بابت خیلی من خوشحالم، چون گفتم شاید نداشته باشه، حالا برچسب و اینا نیاز داشته باشه، که الحمدلله نداره. این هم موسش هست که همونطور میبینید، حالا موس شاید میتونست یه ذره LED‌هاش پررنگ تر باشه، ولی کیبوردش که فوق‌العاده است. این هم که هدفونشه در واقع، هدفونش هم همونطور که میدونید الان هم که در واقع من استفاده میکردم کیفیتش بی نظیر بود، یعنی فوق‌العاده. مثلا همون حالا روکش چرمی که داره فوق‌العاده کمک میکنه، فوق‌العاده عالی بود. خب دیگه من عرضی نمیمونه، انشالله که موفق باشین تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.